سلام علیکم ورحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید. مخلص هستین. قبول باشه. خوش آمدید. تمنا می‌کنم بفرمایید زنده باشین. آقای دکتر علوی مهر هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه هستند و باعث افتخار منه که امروز در خدمتشون هستم در برنامه ضیافت. خیلی خیلی خوش آمدین. آره ماسک هم دیگه هم فضا بازه، هم الحمدلله یه ذره امون داره میده فعلا با ما این ویروس منحوس کرونا. خب خیر مقدم، خیلی خوش آمدین. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز و دوستداران قرآن و اهل بیت علیهم السلام داره. انشالله که برنامه مفید و سودمندی با حضور همجناب عالی زنده باشیم. داشته باشیم. حتما اینطور خواهد بود، نه به خاطر من، به خاطر حضور گرانسنگ شما و مغتنم و محترم شما و فرمایشاتی که خواهید داشت و ما استفاده میکنیم. این عالم و فقیه عالی قدر از مفسرین و محدثین بزرگ شیعه در قرون سوم و چهارم هجری قمری به شمار می آید. اگرچه از چگونگی تولد، دانش، اساتید و کلن تاریخ زندگی وی اطلاع زیادی در دست نیست، لکن بر ما مسلم است که شیخ علی از راویان بزرگ و موثق شیعه به حساب آمده و علاوه بر عصر امام هادی علیه السلام در دوران حیات پربرکت امام حسن عسکری علیه السلام و نیز زمان غیبت سقرا زندگی کرده است. پدرش ابراهیم ابن هاشم از علما و مشایخ بزرگی بود که محضر دو امام معصوم علیه السلام را درک کرد. وی اولین کسی است که بعد از مهاجرت به قم احادیث مکتب کوفه را در آن سامان رواج داده، سپس این سرمایه حدیثی را به پسرش شیخ علی منتقل نمود. علی ابن ابراهیم کنیش ابوالحسن بوده ولی به شیخ اقدم مشهور بود. بهترین دلیل بر عظمت مقام او نقل فراوان حدیث و روایت از سوی شیخ کلینی در کتاب گرانقدر کافی، معتبرترین منبع حدیث شیعه است. شایان ذکر است که کلینی خود شاگرد این محدث بزرگ بود. به یقین این فقیه قومی برای به دست آوردن و گردآوری این حجم بسیار زیاد از احادیث و سخنان پیشوایان دین به نقاط مختلفی مسافرت کرده و در راه رسیدن به این مهم زحمات زیادی را بر خود هموار کرده است. لکن مهمترین و ارزنده ترین خدمت این شخصیت نستوه تألیف کتاب تفسیر قرآن است. این تفسیر از منابع بسیار قدیمی و معتبر شیعه است، به طوری که منبع تفاسیر بعدی قرار گرفته و علامه طبرسی و دیگر مفسران از آن بهره مند شدند. وی در این کتاب برای توضیح و تفسیر هر یک از آیات نورانی حق، حدیثی از امام صادق و امام باقر علیهم السلام را در ذیل آن بیان کرده و از این طریق شرح و توضیح داده است. این عالم فقیه، محدث توانا و مفسر مبرز، شیخ علی ابن ابراهیم قمی نام دارد. عرضم به حضور شما که اولا عرض کردم خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم. ما از دیشب شروع کردیم برنامه‌مون رو با افتخار و این نوبت تصمیم گرفتیم بسته کلیمون در ماه مبارک رمضان تفسیر قرآن کریم باشه، یعنی سر سفره ضیافت شبکه قرآن، قرآن هست و تفسیر قرآن کریم. ما هر شب از کارشناسانمون نظرشون رو میپرسیم. به نظر شما هم میخوایم این رو مطلع بشیم که چه ضرورتی داره پرداختن به تفسیر، چقدر مهمه برای دنیای ما تفسیر قرآن کریم، دنیای امروزمون، برای جوانامون، برای مردممون که آشنا بشن با تفسیری که خودما زحمت کشیدن، مفسرینی که الان هستن و مراجعه به تفاسیر. اگه ممکنه برام بفرمایید. بحث تفسیر قرآن از ضروریاتی است که خود قرآن مطرح میکنه. بله. در آیه 44 سوره نحل خداوند می‌فرماید: ای پیامبر، ما قرآن رو به سوی تو نازل کردیم لتبین للناس، تا تو برای مردم اون رو تفسیر کنی، تبیین کنی. قرآن کتاب نور هست، قرآن کتاب هدایته، قرآن شفای دل هاست، قرآن
کتاب موعظه پند رحمت الهی است. با قرائت قرآن روح آدم شاد میشه، اما با تفسیر قرآن انسان عقلش بارور میشه، اعتقاداتش بیشتر خواهد شد. میدونید که قرآن خیلی از آیات هستند که به کلیات بسنده کردن. مثلا ما در حوزه احکام به ویژه در بحث نماز، وقتی ما وارد بحثای نماز میشیم، به وجوب نماز قرآن اهتمام ورزیده و بحث اقامه نماز، اصل نماز، وقتهای نماز رو مطرح کرد. اما اینکه چند رکعت هست، چگونه خونده بشه، اجزایش چیه، ارکانش چیه، قرآن اشاره‌ای نکرده. اینجا نیاز به تفسیر ضروری هست. یا بسیاری از آیات ما آیات متشابه می‌دانیم. همونطور که آیات محکم داریم، آیات متشابه داریم. آیات متشابه باید تفسیر بشن، توسط اهل بیت علیهم السلام تفسیر بشن. بنابراین ما هم در حوزه احکام، هم در حوزه متشابهات، بعضی از آیات مطالب رو مجمل، به خاطر اینکه فضای تفصیلی نبوده، به اجمال بحثایی رو مطرح کردن. اینجا نیاز به تفصیل مطالب هست از جانب پیامبر اسلام، از جانب اهل بیت علیهم السلام. بنابراین ما حتی بخوایم معنای قل هو الله احد رو و امثال اینها رو خوب درک بکنیم، حتما نیاز به چی داریم؟ نیاز به تفسیر داریم. بنابراین صرف خواندن قرآن خوب هست، اما صرف خواندن قرآن برای بارور شدن عقل، برای تکامل نفس انسان، معرفت انسان و اعتقادات کفایت نمی کنه. میدونی من به چی فکر کردم؟ بله، به اینکه وقتی اعراب که خود زبانشون عربی بود، در عصر خود پیامبر، در عصر امامان ما و بزرگان اسلام نیاز به تفسیر و احساس می‌کردن و دوچار اشکال می‌شدن در فهم آیات و الفاظ، دیگه ما بعد از این همه گذشته زمان و تاسف فلان، حتما این نیاز به طریق اولا برای ما وجود داره. با گذشته زمان‌ها بسیاری از الفاظ هم معناهای اصلی خودشون برای ما روشن نیست. اینکه قرآن برای همه اعصار و زمان‌ها، این اینجا معنا پیدا می‌کنه کاملا. خیلی ممنونم، خیلی کیف کردیم، لذت بردم. اگه موافق باشین بریم سراغ شیخ علی ابن ابراهیم قمی و یه قدری اول راجع به خود ایشان برای ما صحبت بکنید. اینطور که من شنیدم از خانواده اندیشمندی بودن، ایشان متولد شدن، پدرشون از محدثین بودن و از کوفه مهاجرت کردن به قم و شروع به نشر احادیث کردن. یه قدری راجع به این اوضاع احوال برامون صحبت بکنید و اینکه خود ایشان مراتب علمیشون چی بود، اساتیدشون کیا بودن، شاگردانشون. بله، خب همونطور که بحث تفسیر رو شما شروع کردید و قابل تقدیر هست و خیلی باید ممنون بشیم ما و علاقه‌مندان به قرآن، تفسیر قرآن انشالله به این برنامه اهتمام ببرزن. یکی از مفسران معروف ما علی ابن ابراهیم قمی هست که تفسیر دارد، حالا معروف به تفسیر القمی هست، که اصل این تفسیر با عنوان التفسیر نوشته شده، چون قدما خیلی نام نمیذاشتن برای تفسیرشون. بله، مثل عیاشی مثلا تفسیرش التفسیر. علی ابن ابراهیم قمی شخصیت بسیار بارزی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، اصلشون کوفی بوده، همونطور که شما فرمودید پدر با مراجعه به قم و اولین کسی است که احادیث رو از کوفه منتقل میکنه به شهر مقدس قم. ظاهرا تحت فشار عباسیان و اینها. بله، چون قم جایگاه بسیار خوبی داشته، همه محب اهل بیت علیهم السلام بودن، همونطور که در برخی مضامین هم آمده اش آل محمد هست صلوات الله علیهم اجمعین. بنابراین آمدن اونجا و در اونجا جا گرفتن و خود علی که پسر ابراهیم هست روایات تفسیری رو جدا میکنه، یعنی جز اولین گروه هایی هستن اینها که روایات تفسیر رو از سایر روایات جدا میکنن. ما قبل از ایشون و قبل از عیاشی روایات تفسیری مختلط بوده،
با روایات مربوط در حوزه‌های مختلف اعتقادی، مثلا در حوزه اخلاقیات، در حوزه بحث‌های احکام، روایات مندمج بوده در هم، منفرد نبوده، یا به قول معروف علم تفسیر جدا نشده بود. اما از زمان علی ابن ابراهیم قمی علم تفسیر منفرد میشه، مستقل میشه. نیمه قرن سوم به بعد، اصلا دیگه اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم حساب میشه. ایشون هم خودشون از ثقات، از عیون، عیون وقتی میگن یعنی چشم روشنی برای شیعه هست و افرادی هستن که در احادیث ثابت قدم بودن، ثقه بودن و مورد اعتماد همه علما بودن. هیچ مذمتی در مورد ایشون وجود نداره و همچنین پدرشون ابراهیم، جدشون جناب هاشم، اینها همه افراد ثقات و اصحاب ائمه اطهار علیه السلام بودن. خود علی ابن ابراهیم همچون در زمان غیبت بیشتر به سر می برده، بنابراین حالا بعضی ها میگن از زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم بوده و علی القاعده اون موقع بچه بوده دیگه، خیلی سنی نداشته. اون بروز و اون شکوفایی دانش و علم ایشون در همین زمان غیبت صغرا هست بعد که مرحوم کلینی میاد شاگردی ایشون میکنه و در واقع خود همین بسیار مهمه که علی ابن ابراهیم استاد کسی بشود که کتابش جزء مهمترین کتاب شیعه و از کتب اربعه شیعه باشد. مرحوم کلینی که کافی داره، در 8 جلد هست، حدود حال 16,000 روایت هست، حدود یا بیش از 7,000 روایت از جناب علی ابن ابراهیم، خیلی با عظمت هست. معلومه استاد خیلی تأثیر گذار بوده. هر جا میگه ان علی، یعنی علی ابن ابراهیم قمی، اونم کتاب کافی که هیچ حرفی درش نیست و در بس شیعه پذیرو. احسن، الکافی کافن لشیعتنا. خب ایشون این روایات رو از علی ابن ابراهیم قمی میگیره، علاوه بر اون شروع میکنه به تفسیر، چون زمانی بوده که تفسیر حالت استقلالی به خود میگیره و بزرگان ما مشغول به تدوین روایات تفسیری میشن که از جمله ایشون بوده. حالا بعد من اساتید ایشون یکی پدرش هست که بیشترین روایات از پدرش هست، 80% روایات هم از پدر ایشون است، احمد ابن عبدالله برقی که خودش صاحب کتابهای چون به عصر ائمه نزدیک هست، کتاب احمد ابن اسحاق قمی از اساتید و مشایخ ایشون هست، از شاگردان ایشون محمد ابن یعقوب کلینی هست، علی ابن بابوی پدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه هست و خد محمد ابن قولبی هست که جز مرحوم کلینی بقیه اینها در قم دفن شدن و در قم هستن الان و باعث افتخار قمیون بوده و هست. این از نظر مشایخ و اساتیدشون که دیگه قابل بحث نیست و بزرگترین مشایخ داشتن، به بهترین شاگردان رو تربیت کردن. حدود 970 روایت که حدود 90% این روایت از ائمه اطهار علیهم السلام هست، حدود 10-12% روایات از دیگران هست و این نشون میده که این تفسیر یک تفسیر کاملا روایی اهل بیتی از ائمه علیهم السلام به اهل بیت میرسونه. بله، این در مورد شخصیت علی ابن ابراهیم. من شاگردانشون هم اگه بگین خوب، حالا غیر از کلینی من دیدم پدر شیخ صدوق علی ابن بابوی و علی ابن بابوی پدر محمد ابن علی ابن بابوی، محمد اینجاست در تهران شهر ری دفنه، پدرشون علی که در قم دفنه که الان حرم داره و به برکت دعای امام زمان علیه السلام محمد خداوند به علی ابن بابوی داد و باعث افتخاری برای شیعه شد، و همچنین ابن قولبی. ابن قولبی هم شخصیت بسیار بزرگیه، هم در ادعیه هم در کتب آثار شخصیت بسیار بزرگ. بعد نیست من اینجا اشاره بکنم که در قرن سوم، اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم تفسیر حالت استقلالی پیدا کرد، اون هم حالت روایی پیدا کرد که ما شاهد تدوین نگارش تفسیری مثل تفسیر قمی هستیم.
تفسیر عیاشی هستیم، تفسیر فرات و کوفی هستیم، حتی اهل سنت، اهل سنت هم در همین زمان در واقع استقلال تفسیر روایی رو رقم زدن که تفسیر طبری نمونه بارز تفاسیر روایی اهل سنت هست. بنابراین گرایشی که ما در اون عصر داشتیم گرایش چی بوده؟ روایی بوده. یعنی بیشتر افراد چون نزدیک به عصر ائمه بوده، روایات همچنان در دست اصحاب ائمه بودن، تا روایات متفرق نشده اینها آمدن روایات رو چکار کردن؟ جمع‌آوری کردن. خب این تفسیر اصلش متاسفانه به طور کامل به قلم خود علی ابن ابراهیم قمی در دسترس ما نیست و اون چیزی که الان هست شاگرد ایشون یا شخصی به نام ابوالفضل عباس این تفسیر رو نگارش کرده، به قلم درآورده یا از خودش روایت کرده. بنابراین تفسیری که الان ما مشاهده میکنیم مقداری حذفیات دارد، اینطور نیست که کامل به قلم علی ابن ابراهیم قمی باشه، اما در هر صورت از ذخایر گرانبهای شیعه به حساب میشه. چرا؟ چون علمای بعد از علی ابن ابراهیم قمی مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه از این تفسیر خیلی استفاده کرده، از اون طرف مرحوم طبرسی در مجموع البیان از این تفسیر خیلی استفاده کرده، ابوالفتوح رازی در تفسیر روض الجنان خیلی استفاده کرده. بیایم عقب‌تر در قرن 11 و 12 که قرن اخباریگری هست، قرن روایی هست، در واقع شما بیایید ببینید به طور گسترده از تفسیر قمی مرحوم محدث بهرانی در تفسیر البرهان و جناب حویزی در تفسیر نور السقلین، فیض کاشانی، اینا همه قرن 11 و 12 هستن، فیض کاشانی در تفسیر صافی از این تفسیر به طور گسترده استفاده میکنن. این نشون میده که تفسیر جایگاه بسیار مهمی داشته، گرچه اسناد برخی حالا حذف شده، اما علمای ما با توجه به وساقتی که در علی ابن ابراهیم قمی بوده و روایاتی که ایشون نقل کرده، اعتماد به نقل اون روایات بوده، آمدن این روایات رو چیکار کردن؟ نقل کردن. نقل کردن. من دیدم محدثین بزرگی ایشون رو مورد اعتماد و وثوق دانستن، مثل علامه حلی، شیخ طبرسی که اشاره فرمودید، ابن شهر آشوب، شیخ طوسی، نجاشی، نمیدونم دیگر بزرگان. این نشون میده که یک منبع کاملا متقن و معتبری هست این جایگاه مهمی داره. بله. اگر موافق باشین ما یه فاصله دوستانمون بگیریم، برگردیم و بعد بریم سراغ این که یه خیلی راجع به مختصات این تفسیر، ویژگی های تفسیر، مقدمه، مؤخره، آنچه که در این تفسیر آمده برای ما بیشتر صحبت شد. بفهم خواهش میکنم. با انتقال مرکز خلافت جهان اسلام به کوفه و ورود امام علی علیه السلام به این شهر، کوفه به تدریج چهره شیعی به خود گرفت. با گذر از سالهای پرمحنت حکومت اموی و باز شدن فضای سیاسی در اواخر عهد آنان و اوایل حکومت بنی عباس در دوران امامان باقر و صادق علیهم السلام، کوفه به تدریج مرکز تشیع تکاپوی علمی خود را آغاز نمود. به تدریج با تحکیم قدرت بنی عباس مجدداً اعمال فشارهای گوناگون بر شیعیان نیز آغاز شد، به حدی که باعث انتقال فعالیت‌های حدیثی شیعه از کوفه به ایران و شهر قم شد. یکی از این عالمان مهاجر، محدث مبرز ابو اسحاق ابراهیم ابن هاشم کوفی، از اصحاب امام رضا علیه السلام بود. کشی، نجاشی و شیخ طوسی در کتب رجالی خود وی را اینگونه توصیف کردند: او اولین کسی است که حدیث کوفیان را در قم منتشر کرد. بدین ترتیب ابراهیم ابن هاشم پس از سالها دانشندوزی در قم سکنا گزیده و تحولی شگرف را در آن حوزه بزرگ رقم زد. با گذر ایام تقدیر الهی بر آن قرار گرفت که رشد و بالندگی علمی در خانه ابراهیم به خود وی ختم نشده و با شکوفایی فرزندش علی این راه پر افتخار ادامه یابد. نام علی ابن ابراهیم قمی در شمار اصحاب حضرت امام هادی علیه السلام قرار گرفته و شیخ طوسی به این مسئله اشاره کرده است.
تلاش بیوقفه و زحمات طاقت فرسای او در شنیدن، به دست آوردن، یادگیری و منتشر ساختن روایات و احادیث اهل بیت علیهم السلام به حدی بود که علی ابن ابراهیم توفیق یافت تا 7140 روایت را نقل کند. او در این راه علاوه بر استفاده از محضر بزرگان شیعه، نزد حافظان راویان اهل سنت رفته و از آنان احادیثی را ثبت و ضبط کرده است. ابن حجر عسقلانی در این باره میگوید علی ابن ابراهیم از برخی علمای اهل سنت چون ابو داوود سیستانی، ابن عقده و افراد دیگر روایت نقل کرده است. از دیگر خدمات ارزنده این شخصیت نستو تألیف کتاب تفسیر قرآن است. آثار او را بیشتر از 15 جلد کتاب گفتند که از میان کتاب‌های پرارزش او این تفسیر به طور کامل به دست آمده است. متاسفانه مفسر قمی در اواسط زندگی پر افتخارش از نعمت بینایی محروم شده تا پایان عمر با دلی روشن و قلبی حقبین به حیات با برکت خیش ادامه داد و از پای ننشست. او همچنان در دریای عمیق روایت و حدیث شنا کرد تا از این طریق معارف انسانساز شریعت را به کمک و یاری امامت گرد آورده و آن را به آیندگان بسپارد. حقیر با افتخار در محضر حجت الاسلام المسلمین دکتر علوی مهر، هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه هستم و داریم بررسی میکنیم تفسیر قمی رو که اثر علی ابن ابراهیم قمی از راویان و مفسرین بزرگ جهان اسلام و تشیع هست. خب میخواستیم بپردازیم به مختصات و ویژگی های کتاب تفسیر قمی. اگه موافق باشین از مقدمه شروع بکنیم. ظاهرا این مقدمه پرپیمونی هم هست از فضایل خود قرآن و اهل بیت و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه، مسائل گوناگون هست، توضیحش باشه. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ویژگی های بسیار زیادی داره. یکی از مهمترین ویژگی هاش نزدیک بودن به عصر ائمه هست که در عصر غیبت نوشته شده، بنابراین از جایگاه ویژه‌ای برخورداره. فرق میکنه با اینکه من بیام الان یک تفسیر در این دوران بنویسم یا یک مفسری که خودش در خانواده راویان بوده و اصحاب ائمه بوده اون بیاد یک تفسیر بنویسه. آره، این از ویژگیش. ذخایر گرانبهایی هست برای منابع تفسیری ما، اینم مسئله بسیار مهمیه. توجه به اهل بیت در این تفسیر بسیار پررنگ هست، خیلی مهم هست. و اما یک مقدمه بسیار ارزنده‌ای داره. این مقدمه داستان داره، این مقدمه خودش. این مقدمه مضمون یک روایت هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که امام صادق این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل میکنه. عشق و علاقه زیادی به امیرالمؤمنین داشتن. چه فکر می‌کنم یک کتاب دیگه هم به نام فضائل امیرالمؤمنین اصلا دارن ایشون. حالا غیر از اون، این مقدمه که یک روایت شده در واقع، مسائل بسیار مهم قرآنی در این روایت آمده. خب این روایت خودش یک تفسیر شمرده شده، همین روایتی که الان مقدمه هست. چون این روایت ناقلش نعمانی هم هست، مرحوم نعمانی، به نام تفسیر نعمانی که علامه مجلسی در جلد 93 بهار الانوار کل تفسیر با روایت رو نعمانی رو میاره، با همین مقدمه. همین مقدمه. یا رساله محکم به متشابه سید مرتضی همین مقدمه علی ابن ابراهیم قمی است. پس بنابراین علی ابن ابراهیم قمی خودش مقدمه مستقلی با قلم خودش نمیاد بنویسه، بلکه روایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو محور قرار میده. این روایت چه امتیازی داره؟ این روایت حدود 60 نوع آیات رو مطرح میکنه. یعنی 50 حدود 60 نوع که گفتم 58 نوع آیات، آیات محکم به متشابه، آیات ناسخ به منسوخ، آیات عام به ما لفظ و هو خاص، آیات خاص به ما لفظ و هو عام، آیات رد بر مشرکان، رد بر یهود، رد بر زنادقه و امثال اینها رو مطرح میکنه. نخستین روایتی است که تفسیر موضوعی در این مقدمه در همین روایت آمده.
بیش از 400 آیه در این مقدمه مطرح شده. یعنی آیه نوشته زیلش اومده تفسیر عمدتاً امام باقر و امام صادق و ظاهرن. نه نه خود از امام علی، از امیرالمومنین، از امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. این رو باید، چون از امیرالمومنین امام علی علیه السلام مثلا بحث وحی رو مطرح میکنه، 7 8 آیه رو در رابطه با وحی اونجا میاره مطرح میکنه. وحی به مادر حضرت موسی، وحی به زنبور عسل، وحی به فلان، که خودش یه تفسیر موضوعیه. برابر این مقدمه که شما فرمودید از اهمیت خاصی برخوردار هست و مستقلا هم مرحوم علامه مجلسی گفتن به عنوان تفسیر نعمانی آورده، اما مقداری جابجایی در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در این روایت مشاهده میشه، اما محتوا همون محتواست، برابر این حائز اهمیت هست. تفسیر علی ابن ابراهیم از ویژگی های دیگرش ارائه مباحث تاریخی و حوادث صدر اسلام هست، غزوات و اینها احسن غزوات و اینها مطرح کرده، که حالا من به طور خیلی خلاصه و کلی سربسته اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم که بحث اسباب نزول خودش یک بحث بسیار مهمی هست که هر آیه یا آیات بسیاری دارای سبب نزول هستند. حادثه اتفاق افتاده در صدر اسلام، اون حادثه باعث شده که یک آیه درباره اون حادثه چی بشه؟ نازل بشه. مثلا جنگ بدر، مثلا غنائم جنگ بدر، مثلا انفالی که در جنگ اسلونه که انل انفال، که از انفال سوال کردن، آیه نازل شد، پاسخ آمد، جواب آمد و امثال اینها. علی ابن ابراهیم قمی به مسائل بسیاری از اسباب نزول و حوادث صدر اسلام اشاره میکنه. بحث تغییر قبله رو که عزیزان قاریان قرآن در همین جزء دوم که دیروز قرائت شده، بحث تغییر قبله رو در آیات قرآن در سوره بقره ما مشاهده میکنیم، ایشون حادثه تغییر قبله رو به طور مفصل آورده. بحث جنگ های پیغمبر از جمله جنگ احد، جنگ خدمتتون عرض کنم بدر، جنگ حنین، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظه، اینها رو آورد. در جنگ احد مفصل اشاره میکنه، بحث شهادت عموی پیامبر حمزه سید الشهدا رو مطرح میکنه، بسیار جالب غزوات رو مطرح میکنه، بحث معراج پیامبر، بحث توطئه های قریش و کفار نسبت به مسلمانان در حادثه های مختلف ایشون اشاره میکنه، بحث معجزات پیغمبر از جمله بحث انشقاق قمر که در سوره قمر اقتربت الساعه و انشق القمر، در این آیه شریفه بحث این که پیغمبر درخواست کرد و ماه بدونیم شد اونجا مطرح میکنه، روایت انشقاق قمر رو میاد. حوادث تاریخی غیر قرآنی مثل جریان کتک خوردن ابوذر به دست عثمان و اعتراضات اصحاب پیغمبر که منجر به بیرون شدن ابوذر از مدینه شد، بحث جریان کعب الاحبار، بحث قضاوت های شگفت انگیز امیرالمومنین علیه السلام در همین تفسیر علی ابن ابراهیم، گفتگوی امام سجاد با یزید در شام علی ابن ابراهیم نقل میکنه، جالبه. حادثه ازدواج امام جواد و ام الفضل رو دختر مأمون جناب علی ابن ابراهیم نقل میکنه، اینا حادثه تاریخی هست. مناظره امام جواد علیه السلام در 10 سالگی با یحیی ابن اکثم و اون جوابهای دندان شکنه که امام در سن 10 سالگی به یحیی میده جناب علی ابن ابراهیم نقل میکنه، مناظره امام رضا علیه السلام با ابو سعید مکاری نقل میکنه. اینها نشون میده که خیلی مسلط بوده بر روی حوادث تاریخی. اما نکته بسیار مهم در تفسیر علی ابن ابراهیم توجه به اهل بیت. ما باید توجه خاص به اهل بیت داشته باشیم. یعنی جایگاه اهل بیت رو در تفاسیر، در میان زندگیمون، در کوچه به خیابان‌هامون، در همه جا باید مورد توجه قرار بدیم. نه اسامی اهل بیت در خونه به زندگی ما باید رواج داشته باشه، رواج پیدا بکنه. این مساجد، حسینیه ها، کوچه ها، خیابان ها، شهر ها، مسجد ها، جاهای دیگه که میزنن، باید نام اهل بیت همه جا درخشان. در تفسیرها هم، تفسیرهای شیعه هم این مسئله بسیار حائز اهمیت بوده. ایشون یه مقدمه‌ای داره که روش خودش رو مطرح میکنه. میگه کسی بالاتر از علمش، بالاتر از علوم اهل بیت علیهم السلام نیست. بنابراین ما تفسیر رو باید از کجا بگیریم؟ از اهل بیت بگیریم. اهل بیت کیا هستن؟ اهل بیت
پیامبر علی و اولادش هست. ما تفسیر رو می‌خوایم بفهمیم، باید چه کار بکنیم؟ باید از اینها بگیریم. طبق آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، باید تفسیر رو از پیغمبر بگیریم. بعد از پیغمبر باید از علی بگیریم. بعد از علی علیه السلام باید از ائمه اطهار علیهم السلام بگیریم. اول این مقدمه رو جا میندازه. بله. حدیث ثقلین هم ایشون میاره. اتفاقا حدیث ثقلین انی تارکون فیکم ثقلین در ذیل آیه تبلیغ اشاره میکنه و اونجا بحث ولایت امیرالمومنین علیه السلام و این جمله پیغمبر که همه مردم بودن و اونجا دست امیرالمومنین رو بالا آورد که زیر بغل حضرت پیدا شد و فرمود ای مردم من کنت مولا و فهذا علی مولا اللهم بال من والا و آد من آدا، اتفاقا همین روایت هم حدیث ثقلین و این روایت رو در ذیل آیه تبلیغ که بسیاری از اهل سنت به حاشیه میرن و این روایت هم اهل سنت هم نقل کردن، نه اینکه نقل نکردن ولی ممکنه در انتخاب نهاییشون تفره برن، این روایت رو مفصل ایشون میاره. حالا اینو فهمیدین، من یادم اومد که تو کتب اهل سنت هم از ابراهیم علی ابن ابراهیم قمی یاد شده. بله بله، خیلی جالبه. ایشون برخی از روایاتش اهل سنت نقل کردن. خب ببینید اهتمام ایشون نسبت به اهل بیت، اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود که علمی که حضرت آدم از آسمان ها آورد و جمیع فضیلت هایی که پیامبران دارن تا حضرت خاتم نزد ما هست، امیرالمومنین علیه السلام نزد ائمه اطهار علیهم السلام هست، فرمودن که نزد من و نزد عترت پیامبر هست و فرمود که من و اهل بیت هم مطهران هستم، بنابراین باید به ما مراجعه کنید. به خطبه مفصل امیرالمومنین علیه السلام میاره که تفسیر در لیاقت و شایستگی اهل بیت هست. به همین علت ایشون اهتمام دارن به روایات. علت این که واقعا مفسران ما علاقمند به این مسئله شدن، گمنامی و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بوده، این اون چیزی که امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه برای هر دعایی یا هر فقره دعایی اللهم صل علی محمد و آل محمد رو بیان میکنه. یعنی ما موظفیم اهل بیت رو تا اون جایی که میتونیم شکوفا کنیم، برجسته کنیم. به این کار رو به حمدالله این مفسر بزرگ و مفسران مشابه ایشون انجام دادن. این آیه رو در سوره زخرف هست، میفرماید و انه فی ام الکتاب، قرآن جایگاهش در ام الکتاب هست، یعنی در لوح محفوظ اصل قرآن اونجاست. لدینا لعلی حکیم، نزد ما جایگاه بلندی دارن. این جایگاه بلند چیه؟ علی ابن ابراهیم روایت می آورد یعنی امیر المؤمنین مکتوب فی الحمد، این که جایگاه بزرگ دارد منظور امیر المؤمنین که نوشته شده، جایگاه علی رو در سوره حمد نوشته شده که اهدنا الصراط المستقیم، قال ابو عبدالله علیه السلام هو امیر المؤمنین، که صراط مستقیم سوره هم یعنی علی ابن ابی طالب. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، روایت نقل میکند جناب علی ابن ابراهیم، شمس رسول خدا و قمر امیر المؤمنین علیه السلام. فاذا، خطاب پیغمبر رسید در سوره انشراح، الم نشرح لک صدرک، فاذا، این ادامش در آیه 4، فاذا فرغت فانصب، یعنی یا رسول الله فاذا فرغت عن نبوتک، وقتی از نبوت فارغ شدی فنسب علیان، علی را چه کار بکن؟ برای ولایت نصب بکن، اعلان عمومی بکن، که روایتش رو در ذیل آیه تبلیغ که خدمت شما عرض کردم که علی ابن ابراهیم اون رو بیان کرد. بدونه سوره والعادیات، والعادیات ذبحن فالموریات قدحن، در مورد فضیلت
اسبهایی است که در یکی از جنگها با فرماندهی امیرالمؤمنین علیه السلام و نابودی یک دشمن قسم خورده نازل شده. سوره والعادیات. علی ابن ابراهیم قمی این روایت رو نقل میکنه که وقتی خدمتون عرض کنم در اهل وادی یابس تصمیم گرفتن پیغمبر و علی رو هر دو از بین ببرن، دشمن لشکری ترتیب داد و این لشکر تعدادشون ظاهراً چند برابر لشکر مسلمانان بود. پیغمبر دو نفر دو بار با فرماندهی دو نفر از صحابه میفرستد به جنگ، اینها موفق نمیشن، با گرد و غبار برمیگردن. علی رو بار سوم که میفرستد میفرماید علی جان برو به جنگ با اینها، امیرالمؤمنین با 1000 سوار میرود و این وادی اهل یابس رو شکست میدهد و سوره والعادیات در شأن علی علیه السلام و اسبانی که اونجا تاختن و هنگام صبحگاهان بر لشکر یورش بردن و اونها رو از بین بردن این نازل شد. رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. مشرقین کیا هستن؟ مغربین کیا هستن؟ علی ابن ابراهیم میفرماید مشرقین یعنی رسول خدا و علی، مغربین یعنی حسن و حسین. بنابراین فبأی آلاء ربکما تکذبان، نعمت یعنی رسول خدا، یعنی علی مرتضی، یعنی حسن و حسین علیهم السلام. ما کجا میتونیم این نعمت ها رو قد بدانیم؟ به چرا ادعی این نعمت ها رو تکذیب میکنه؟ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. مرج البحرین، بحرین کیا هستن؟ علی و فاطمه. این در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده، تفسیر سیوطی هم همین رو نقل میکنه، میگه منظور علی و فاطمه زهرا سلام، اهل سنت هم همین رو نقل میکنن. آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اونجا وقتی که پیغمبر آمد اون فقیر رو دید، گفت آیا کسی به تو کمک کرد یا نه؟ اون شخص آمد، فقیر آمد، نشان داد، گفت این آقا به من کمک کرد، یعنی علی ابن ابی طالب. اینجا بود که آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة در شأن علی ابن ابی طالب نازل شد. این آیه با نام آیه ولایت نام گرفت که شیخ طوسی می نویسد همین کلمه ولی کفایت می کند برای ولایت و ولایت مداری امیرالمؤمنین علیه السلام، چرا اختصاص داشته از خاتم بخشی به علی ابن ابی طالب. بنابراین ولی علی هست و ولا غیر. انما ولیکم الله و رسوله. این هم خدمتتون عرض کنم آیه خاتم بخشی. در مورد آیات فراوان دیگری که ما داریم در مورد اهل بیت علیهم السلام، مثل آیه شرا، مثل آیه اکمال، آیه شرا آیه 227 سوره بقره هست، ممین الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام که در بستر پیغمبر خوابیده، آیات اطعام و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا در سوره انسان یا در سوره در، اونجا علی ابن ابراهیم سنگ تمام میگذارد و فضائل اهل بیت علیهم السلام رو به ویژه فضائل مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا نقل میکنه و این باعث افتخار است. بنابراین من سفارش میکنم کسانی که محققن، کسانی که میخوان روایات رو خوب، فضائل اهل بیت رو خوب ببینن، حتما به این تفسیر مراجعه کنن. این تفسیر، تفسیر اهل بیت علیهم السلام هست. و کسانی که میخوان بحث های روایی بنویسن، تحقیق در مورد روایات رو بنویسن، ما درسته از تفسیر البرهان به نور السقلین استفاده میکنیم، اما بدانید که منشأ به منبع اصلی تفسیر البرهان به نور السقلین کجاست؟ تفسیر قمی. تفسیر قمیه. بنابراین یک محقق، یک نویسنده باید حتما روایات خودش رو از
تفسیرهای اصلی و قدیمی و تفاسیر قدما بگیرد و اون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست و علی ابن ابراهیم قمی خدمت زیادی نسبت به تفسیر و منشأ روایات تفسیری اهل بیت علیهم السلام بوده است. خیلی ممنونم. شما ظاهرا دو نسخه خطی ازش باقی مونده، یکیش توی کتابخانه آیت الله حکیم هست در نجف، یکیش هم در کتابخانه مرحومش کاشف الغطا است. بله. و چندین نوبت هم تفسیر قمی به چاپ رسیده، آخریش فکر میکنم سال 67 باشه در قم. بله. خیلی ممنونم آقای علوی مهر، خیلی استفاده کردیم. ما یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای باقی مونده تون یک دقیقه از شما بشنویم. ببینید تفسیر قمی از اول قرآن هست تا آخر قرآن، به خلاف برخی از تفاسیر روایی مثل تفسیر فرات یا تفسیر عیاشی. نکته دیگر، نسخه ها الان ما چاپ دو جلدی داریم به چاپ سه جلدی داریم. آره، ولی اون نسخه اصلی که به قلم علی ابن ابراهیم قمی بوده، اون نسخه الان همچنان در دسترس ما نیست و اینکه از مشکلاتی است که ما داریم. اما در هر صورت من این نکته رو به تمام محققین عرض کنم، درسته ممکنه برخی از اسناد در ذیل روایات حذف شده باشه یا رجال یک سند حذف شده باشه، مثلا قال الصادق علیه السلام آمده باشه به تنهایی و سند نیامده باشه، درسته برخی جاها سند هم نداره، اما بدانند محققان که این سند حذف شده، اون رجال حذف شده، ولی اصل این روایت همون روایتی است که علی ابن ابراهیم قمی چکار کرده؟ نقل کرده. بنابراین میخوام بگم این قلمی که الان مشاهده میکنیم جز در برخی از مواقع که تفسیر ابوالجارود هست، من این نکته هم فراموش کردم، تفسیر ابوالجارود، بخشی از این تفسیر الان روایات ابوالجارود هست از امام باقر علیه السلام که این کسانی که جمع آوری کردن روایات رو گنجانده ان، روایات ابوالجارود رو در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. بنابراین اون چیزی که منسوبه به علی ابن ابراهیم قمی هست، میخوایم بگیم که قلم خودشه، نوشته خودشه، گرچه مقداری مقدمات اون مثل اسناد، رجال، امثال اینها چی شده؟ حذف شده. خیلی ممنونم آقای علی ابن، خیلی استفاده کردیم، ممنونم که آقایی کردین تشریف آوردین. از هم صحبتی و هم کلامی با شما لذت بردم، اجر شما با صاحب قرآن کریم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، هم از شما هم از عزیزانی که دستم در کار بودن، زحمت کشیدن، تقدیر و تشکر، اجرتون با قرآن کریم. محبت دارید.